به کمک این کتاب یا درسی تمرین درست بکنه، آزمون بسازه و از خودش آزمون بگیره و برای آزمونش کارنامه دریافت کنه. اما هوشمندی واقعی این نرم افزار کجاست؟ یه نرم افزار هوشمند بر اساس عملکرد دانش آموز و تمرین‌ها و آزمون‌هایی که ساخته نقاط قوت و ضعفش رو متوجه میشه و بهش تمرین شخصی سازی شده پیشنهاد میکنه. در کنار همه اینا به دبیر، مشاور و مدیر مدرسه هم حواسش هست. یعنی اینکه دبیر میتونه با دانش آموزاش در ارتباط باشه، متناسب با وضعیت و سطح کلاس آزمون طراحی بکنه و به صورت کتبی یا آنلاین برگزار کنه. فقط یادتون نره که تنها شرط دسترسی به بانک سوال هوشمند گزینه 2 ثبت نام در آزمون‌های گزینه 2. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خدا قوت به دانش آموزای خوب 10 و 11 و به خانواده های محترمشون. همونطور که میدونید موضوع جلسه ما راجع به بحث کنکور هست، چیزایی که اینی که 2 روز دوباره اعلام شد. میخوایم با هم بررسی بکنیم این تغییرات چی هستند، این در درجه اول. در درجه دوم بررسی کنیم که مطابق به تغییرات حالا من چیکار باید انجام بدم، یعنی این تغییرات چه تأثیری میذاره روی روند درس خوندن من. خب چون مبنامون بر سوال و جواب هست، میخوام بخش عمده جلسه باشه پاسخ به سوالات. من بخش اول یه توضیح کلی عرض میکنم، بعد خدمت شما هستم برای پاسخ به سوالات. خب تو بخش اول بچه ها دقت کنید، من تفهیم سالها رو مجزا هر کدوم بگم که با هم قاطی نشه. در درجه اول بچه هایی که کنکور امسال هم، یعنی کنکور 401، این بچه ها خب تغییر جدیدی ندارند. کنکوری که امسال برگزار میشه 20 روز دیگه یک کنکور 3 دفترچه ایست که توی این کنکور سوابق تحصیلی، یعنی نمره های کتبی نهایی بچه ها 40% تأثیر مثبت داره. کنکور امسال رو میگم، 20 روز دیگه سوابق 40% تأثیر مثبت. یعنی چی مثبت؟ یعنی نمره های نهایی رو تراز میکنن، کنکور رو هم تراز میکنن. اگر این نمره نهایی کمک کرد به اون تراز کلی تأثیر میدن، اگر کمک نکرد تأثیر نمیدن. به این میگیم تأثیر مثبت. کنکور 401 40% تأثیر مثبت داره. این تا اینجا. اما مرحله بعدی کنکور 402، یعنی بچه هایی که الان 11 اول مهر 12 اینا 402 کنکور دارن. خب اتفاقات مهمی اینجا داریم، بچه ها دقت کنن. اول اتفاقات رو میگم، بعد میریم سراغ تأثیری که روی کار ما میگذاره. هر کسی هم سوال داره توی قسمت چت بنویسه، برای اینکه تمرکز شما حفظ باشه ما چت رو خصوصی کردیم. ما اینجا سوال رو میبینیم و همکار من یادداشت میکنه، دستبندی میکنه، من پاسخ خواهم داد. خب پس چت فعاله و ما خصوصیه. خب کنکور 402 بچه هایی که الان 11 میرن 12، اتفاق اول چیه؟ دروس عمومی از این کنکور حذف شد. یعنی ما در کنکور 402 درس عمومی نداریم. این تفاوت اول. فرق دوم، گفتن که سوابق تحصیلی یعنی نمره های کتبی نهایی 12 40% تو کنکور تأثیر داره، منتها تأثیر قطعی. یعنی در 402 تأثیر سوابق تحصیلی تأثیر قطعی است و کنکور می شود 60% 40 سوابقه. حالا اینکه این اتفاقات چه تأثیری تو کار من میگذاره بعد میگم، فعلا دارم فقط میگم تغییرات رو.
تغییر دیگه ای که 402 داره اعلام کردم که به احتمال زیاد زیرگروه ها حذف میشن. ما الان چند تا زیرگروه داریم. مثلا توی تجربی در زیرگروه یک که پزشکی، دندان، پرستاری اونجاست، زمین ضریبش صفره. در زیرگروه دو ضریب زمین یکه. یا مثلا توی انسانی توی یه زیرگروهی ضریب روانشناسی سه، جای دیگه یکه. گفتن احتمالاً زیرگروه ها حذف میشه. این تاثیر تفاوت دوم. و مطلب بعدی رو داریم که کنکور دو بار در سال برگزار میشه. گفتن یه بار احتمالاً نزدیک عید، یه بار هم احتمالاً بعد از عید. از این قسمت جزئیات بیشتری گفته نشده و اعلام شده که تا شهریور ماه اعلام میشه. اما تا اینجا اعلام شده. پس 402 عمومی حذف، زیرگروه حذف، سوابق تحصیلی 40% قطعی. من بقیه‌اش رو هم بگم بعد دارم سراغ تأثیرات برای سال جواب بدم. اما کنکور 403 یعنی بچه هایی که الان دهم میرن 11 403 در 403 سوابق گفتن 50%. دیشب گفتن که 40، اطلاعی امروز 50%. باز هم از دروس کتبی نهایی 12 403 یا سوابق تحصیلش 50% قطعی از 12 عمومی که همچنان حذفه. تعداد آزمون رو اینجا اعلام کردن که بیش از دو بار خواهد بود. گفتن ممکنه که تا 6 بار آزمون بگیریم، اما دو بارش آزمون اصلی خواهد بود و نتیجه آزمون تا 2 سال معتبره. 403 سوابق 50% عمومی هست، زیرگروه هست و احتمالا تعداد آزمون 6 بار. نکته بعدی برای 403 اینه که آزمون الکترونیکی برگزار خواهد شد که راجع به این توضیح خواهم داد. این 403. 404 یعنی بچه هایی که الان نهم میرن دهم. در اونجا گفتم که سوابق در کنکور داریم ما، سوابق دهم ببخشید 11 و 12 تأثیر داره توی کنکور. 11 و 12 یعنی 11 ها نهایی برگزار میشه و تأثیرش میشود 60%. 405 بچه هایی که الان 8 میرن نهم. 405 تأثیر سوابق 60% قطعی و سوابق نهایی مربوط به دهم، 11 و 12. یعنی در 405 سوالای نهایی دهم، 11 و 12 تو کنکور تأثیر داره و این تأثیر می شود 60% قطعی. این بخش اول صحبت من که تا اینجا من گفتم تغییرات رو. بخش دوم صحبتم که خیلی از این مهمتره اینه که مطابق با این تأثیرات و این تغییرات روند درس خوندن من چه تغییری میخواد؟ بخش خیلی مهمیه، حتما گوش کنید. قبل از اون چند تا سوال من جواب بدم، سوالایی که تا اینجا بچه ها پرسیدن. خب بچه ها خیلی خوب گوش کنید، من سوال جواب بدم. این جلسه بسیار مهمه، هم برای بچه ها هم خانواده ها، حتما خیلی خیلی خوب گوش کنید. من سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان. اولین سوالی که بچه ها پرسیدن، عاطفه خانم گفتن که الان شاید برای ما بهتر میشه یا بدتر. آها، اینو توضیح دو بخش دوم تو بخش تأثیرات توضیح میدم این رو. خب بعد معصوم خانم میگن که این که میگن عمومی به صورت سابق تحصیل حساب میشن یعنی چی مانا؟ آها، ببینید، یعنی در دفترچه کنکور ما سوال عمومی نداریم. عمومی فقط در امتحان نهایی میاد، درست شد؟ یعنی زبان فقط امتحان نهاییه، دینی فقط امتحان نهاییه. تو کنکور ما اول سوال نداریم دیگه.
ریحانه خانم میگن که سوالات عمومی از آزمون‌های گزینه دو و بانک سوال هست میشه. از آزمون‌های گزینه دو عمومی هست خواهد از تابستون. بله. زهره خانم میگن که حذفیات قطعیه، ممکنه باز تغییر کنه. چیزی که دیشب اعلام کردن، دیشب هم رئیس سازمان سنجش مصاحبه کرد و هم نماینده شورای انقلاب فرهنگی، ظاهراً که عرض کنم که این تأثیرات قطعیه، ولی بازم منتظریم. گفتن که تا شهریور ماه جزئیات کامل اعلام میشه، اما چون هر دو مصاحبه کردن به نظر من این تأثیرات دیگه قطعی باشه. کوسر خانم میگن که با برنامه تابستانی آزمون گزینه دو نیاز به مشاوره داریم یا نه؟ خب این سوال به اینجا ارتباط نمان جواب بدم من. ببینید، این که من مشاوره نیاز دارم یا نه، قطعا شما وقتی میخوایی یه مسیر رو طی کنی به راهنما نیاز داری. حالا یه بخشی از این راهنما تو پک خدمات طلایی گزینه دو هست، کارنامه های هوشمند یا برنامه متعارف رو سایتمون هست. اینها خدمات خیلی ارزشمندیه، ممکنه داوطلبی بخواد با همینها ادامه بده. اما اگر شما حس کردی مشاوره نیاز داری، ما امسال چند تا پک مشاوره داریم. پک مشاوره متعددی داریم، توی هر کدوم آیتم های وجود داره. حتما دفتر مراجعه کنیم، براتون توضیح خواهند داد تفاوت هاشو. ببینید که هر طرحی که در واقع مناسب شما هم رو ثبت نام کنید. اما امسال بحث مشاوره هم خیلی مفصل و گسترده است. میگن که فقط نمره های پایه 12 هم در کنکور تاثیر داره. خب عرض کردم که در 402 12 هم، در 403 12 هم، در 404 11 هم و 12 هم، 405 10 هم، 11 هم، 12 هم. بعد میگن که آقای علی گفتن که تاثیر معدل 60% و کنکور 40%، کدوم درسته؟ عرض کردم قبلا علی بود، چیزایی که دیشب گفتم اینه، دوباره تکرار میکنم. 402 سوابق 40، دقت کنید، 402 سوابق 40، 403 سوابق 50، 404 سوابق 60، 405 سوابق 60. سوابق منظورمون همون نمره های نهایی کتبیه. بله. میگن که زمین هم حذف میشه. فعلا چیزی گفتن زیرگروه ها رو حذف میکنیم و یک زیرگروه خواهیم داشت. اینکه توی این زیرگروه ثابت هر رشته چه درستی وجود داره با چه ضریبی، اینم تا شهر اعلام میشه. مجدد پرسن که برای معدلای 12 تاثیر نداره اینا؟ عرض کردم برای این معدلای خیلی مهمه. یه باید بگم اینا، 402 فقط کتبی نهایی 12 هم تاثیر 40، 403 عرض کنم که فقط 12 هم تاثیر 50، 404 11 هم و 12 هم تاثیر 60، 405 دهم، یازدهم، دوازدهم تأثیر 60، و همه اینها قطعی غیر از کنکور همین امسال که 20 روز دیگه هست که اون تأثیرش مثبته. از 402 به بعد تأثیرها قطعیه. بچه‌ها خب، مبینه خانم میگن که نتیجه آزمون 402 تا چند سال معتبره؟ 402 چیزی که اعلام کردن تا 2 سال معتبره، 2 بار کنکور برگزار میشه و تا 2 سال هم معتبره. یه نفر پرسیدن دقیقا این تا 2 سال معتبره یعنی چی؟ آها، یعنی اینکه کنکور برگزار میشه، بعد برای قبولی دانشگاه اون سابقه اعتبار داره. یعنی ممکنه تو الان کنکور دادی بخوای یه بار دیگه کنکور بدی که از اون بهتر بشی، اگه بهتر نشد اون قبلیه معتبره، هنوز تا 2 سال معتبره. مهندس خانم میگم تکلیفی کسایی که پشت کنکور بمونن چی میشه؟ آها، اعلام سوال خوبیه. اعلام کردن که بچه ها میتونن مجدد تو نهایی ها شرکت کنن برای ترمیم معدلشون. اعلام کردن که تا 10 بار میشه امتحان ترمیم معدل داد.
آقا محمد میگن که اگه کسی از 402 پاسخ خوبی نگیره در سال 403 کنکور بده بازم با کنکور بده تغییرات اون سال شامل این فرد میشه یا نه؟ ببینید هر سال وقتی کنکور برگزار میشه قوانین همون سال رو داره. وقتی میگیم 403 مثلا تأثیر میشه 50 برای همه 50 است، یا 404 میگیم تأثیر 60 برای همه دیگه 60. مجدد آقای یا آقا محمد دیگه میگن که امتحان نهایی به همین سطح باقی میمونه یا سطح سوالا خیلی سطح سخت‌تر میشه؟ خب اینکه چه جور برگزار میشه هنوز اعلام نکردن، ولی امتحان نهایی چون امتحان در کل کشور برگزار میشه و کشور داره مناطق مختلف از نظر امکانات آموزشی هست، علاقاید سوالهای منطقی خواهد داشت و حالا همین جوری تقریبا. برای رشته انسانی خیلی میپرسن دروس عمومی دقیقا چیا هستن؟ ببینید در انسانی ما یه عمومی داریم یه اختصاصی. مثلا ما یک عربی عمومی داریم که در دفترچه عمومی است و یه عربی اختصاصی، خب یا یک فارسی عمومی داریم ما یه علوم فنون. عمومی ها هست میشه، ولی مثلا عربی اختصاصیه اختصاصیه دیگه، یا علوم فنون اختصاصیه. خب بچه ها میدونم سوال ها خیلی زیاده، اما فکر کنم توی این بخش دیگه کافیه، من گفتم کلیاتش رو، حالا بازم تو بخش بعدی سوال جواب میدم. اما بچه ها نکته خیلی مهم اینه که الان که این تغییرات رخ داده من چه تغییری باید بکنم؟ پرسیده بودم الان تغییر شما چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ بچه یه بخش خیلی خوب گوش کنید، هم خود دانش آموزای عزیزمون هم که در مدام در جلسه حضور دارن، این بخش خیلی مهمه. خب الان وقتی میگیم که کنکور عمومی نیست، وقتی میگیم که سوابق قطعیه، رفتار من دانش آموز چه فرقی میکنه؟ اینو خوب گوش کنید، یعنی هر کی تا حالا خوب گوش نکرده این تیکه رو خیلی خیلی خوب گوش کنید، حتما با قلم و کاغذ و حتما بچه یادداشت کنید. خب چی شده الان؟ میگه آقا من که الان 11 مهمیرم 12، یعنی 402 هستم و نمره های کتبی نهاییم تو کنکور 40% تأثیر داره و این تأثیر قطعیه، الان چیکار کنم؟ خب مسلمه که من از اول مهر مجبور خواهم بود که برای درسای 12 بیشتر وقت بذارم، چون 40 قطعیه دیگه. یعنی من از اول مهر مجبورم دانش آموزی باشم که 12 رو بیشتر میخونه، یعنی بخش بیشتری از وقت من به 12 صرف خواهد شد. این معناش چیه؟ معناش اینه که من تابستون باید 10 و 11 رو بیشتر بخونم، چون تو سال تحصیلی از مهر به بعد یه بخش عمده وقتم صرف 12 خواهد شد. پس من الان باید تابستون 10 و 11 رو بخونم و بیشتر بخونم که اونجا وقت کنم به 12 بپردازم. این اولش. پس اولین خروجی این تغییر اینه که تابستون امسال برای من خیلی مهمتره در مقایسه با کنکوری های سالهای قبل. اونها تأثیرشون مثبت بوده، کمتر شد به نهایی بها میدادن، من الان مجبورم به نهایی بیشتر بها بدم، پس در طی سال وقتم برای 10 و 11 کمتره، این وقته الان باید تابستون جبران بشه. از اولی خروجی مدل اینه بچه ها تابستون جدی تر باشن. از طرف دیگه وقتی من میخوام توی نهایی یه نمره خوب بگیرم باید پایم قوی تر باشه. خب خیلی مطالب از 10 و 11 پیشنه 12 توی تابه تو مثلثات اینا هر پیش نیازه، توی عربی برای انسانی ها مثلا این پیش نیازه. بنابراین همه بچه ها موظفن که تابستون رو جدیتر درس بخونن،
پایشون قوی تر باشه که هم دوازدهم رو راحت تر پیش برن و همین که اونجا بتونن برای دوازدهم وقت بذارن. پس اولین خروجی مدل اینه، من باید قوی تر درس بخونم تا بشه. خب برای این قوی تر خوندنه یه چند تا امکانات داریم که به شما کمک کنه. اولا تابستون شما برنامه ریزی روزانه خواهید داشت. خب این برنامه ریزیه به شما خیلی کمک میکنه که با برنامه درس بخونید. دو، توی تابستون من از امکان بانک سوال باید خیلی بیشتر بهره ببرم. چرا؟ میخوام دهمو خوب بفهمم دیگه، یازدهمو خوب بخونم دیگه. این خوب خوندن، این تسلط از کجا به دست میاد؟ با حل تست زیاد. خب بانک سوال شما امکان رو میده. پس بانک سوال رو اگر در طول یازدهم هم بهش کمتر توجه کردیم الان میشه مهمتر. بحث دیگه ای که میتونه به شما خیلی کمک بکنه بحث رفع اشکال هوشمنده. خب شما در اینو یازدهم داشتی، توی آزمون ها هر سوالی غلط حل میکردی یا نمیزدی سیستم به شما یه سری سوال مشابهش رو میداد. برای غلط ها و نزده ها شما سوال مشابه داشتی که اون ضعف برطرف بشه. این رو هم باید من تابستون بیشتر ببینمش. چرا؟ چون قرار دهم و یازدهم رو مسلط‌تر باشم و قوی‌تر باشم. این هم آیتم بعد. خب فرق دیگه ای که میکنه چیه؟ فرق دیگه اینه، میگه آقا تو کنکور میتونی دو بار بدی، در 403 میگه تو میتونی 6 بار کنکور بدی. خب یعنی روند به این طرفه که دیگه مهم نیست که دیگران چی کار میکنن، مهم خود منم. ما الان یه مشکلی داشتیم که آقا کنکور تو یه روز بوده، یه بار کنکور بوده، فشار روانی زیادی داشته، بچه ها دائم خودشون رو با همدیگه مقایسه میکردن، حیف یه جامعه آماری فکر میکردن. ولی وقتی یه کنکور میشه چند بار برگزار بشه و نتیجه اون دو سال معتبره، دیگه من میتونم خیلی کسی فکر نداشته باشم، میتونم خودم باشم، خودم در مقایسه با قبل خودم. یعنی خودم سعی کنم پله پله بیام بالا، هفته به هفته رشد کنم، دیگه خیلی کاری به کسی ندارم. از این به بعد فهم مطالب خیلی مهم میشه، چون سال امتحان نهایی که رایت تست نمیخواد که، فهم مهمه. به همین خاطر در تابستون امسال ما توجه زیادی باید بکنیم به فهمیدن مطالب و اینکه درک از اونها بالا بره. بچه ها این تاب جدی بگیرید خیلی. بچه های 403 که بهشون گفتم که آزمونتون به احتمال زیاد الکترونیکی خواهد بود، اونا هم خوب دقت بکنن. ما الان آزمون آنلاینی که برگزار میکنیم دقیقا همون مدلی هست که میخواد سن برگزار کتاب سنجش. ببینید الان تو آزمون ما سوال دونه دونه میاد، گزینه ها جا به جا میشه. الان توی آزمون آنلاین ما به شما یه گزارش جدید داده میشه که چی؟ که دانش آموز برای هر درس چقدر وقت اختصاص داده. مثلا اگر توی دفترچه هم فیزیک هم شیمی، این بچه چقدر برای فیزیک وقت گذاشته، چقدر برای شیمی. این گزارش فقط در آزمون آنلاین وجود داره. به همین خاطر ما در سال آینده تعدادی از آزمون هامون حضوری است که شما با جمع آشنا بشی، با محیط آشنا بشی، و یه تعدادی آزمون ها آنلاینه که تو یاد بگیری هنر تقسیم وقت رو، یاد بگیری و به هر درسی باید چقدر وقت بذاری. پس بچه ها از این به بعد به آزمون آنلاین هم دقت بیشتری بکنم. اینها به طور خلاصه تا اینجا تأثیراتی هست که این تغییرات روی روند درس خوندن من میذاره و ما حتما در تابستون در کارگاه‌های مشاوره اینها رو بیشتر با هم بحث می‌کنیم.
یعنی این تغییراتی که حالا اعلام شده و قراره که اعلام بشه بیشتر جزئیاتش، ما این کار رو قطعا تابستون توی کارگاه ها بیشتر با هم بحث میکنیم. دانش آموز کنکوری جدید ما قطعا باید دانش آموز ماهرتری باشه، یعنی دانش آموزی که روش مطالعهش اصلاح بشه، کنکوری بشه، بتونه مطالب رو عمیق‌تر یاد بگیره، بتونه اونها رو به تسلط برسونه. اینا همش مهارت نیاز داره و ما در کارگاه‌های تابستون و سال تحصیلی با شما این مهارت‌ها رو تمرین خواهیم کرد. خب خانم دیگه سوال چی داریم؟ بچه‌ها هستیم که؟ بله سوال خیلی زیاده. خدمت شما هستم. سپیده خانم میگن که تعداد اصلا بچه‌ها من همیشه خوش نیستم، الان دیگه چون بحث خیلی جدیه اینقدر جدی هستیم. وگرنه بچه‌ها دیدن هم توی کارگاه‌های حضوری هم کارگاه‌های آنلاین اینقدر خوش نیستم، الان دیگه مجبوریم. بله. سپیده خانم میگن تعداد سوالای تخصصی و زمانشون میشه صورت میشه؟ زمان کنکور کمتر میشه؟ زمان کنکور چیزی که امسا اعلام شده الان اختصاصی هامون دو دفعه شده و اینکه حالا در ادامه چه تغییری خواهد داشت یا وقتی آزمون ها آنلاین میشه و الکترونیکی میشه چه تغییری خواهد کرد، اینها دیگه بعدا اعلام میشه. بچه ها الان مهم اینه خیلی دنبال حاشیه نرید، الان مهم اینه آقا کنکور اختصاصی شده پس من باید تابستون روی دروس مسلط بشم، متمرکز این الان مهمه، الان باید دنبال این باشی که من چیکار کنم اختصاصی هامو خوب یاد بگیرم، الان باید دنبال این باشی که وقتی که بناست توی سال دوازدهم برای نهایی وقت بذارم این جبرانمون کم بوده وقت رو الان تابستون انجام بدم، الان به این فکر باید باشی فقط که من از این تابستونم خیلی خوب استفاده کنم، چه اونی که 11 به 12 همه چه اونی که 10 به 11 همه. مهمترین پیام تغییرات اینه تو باید دانش آموز قوی تری بشی، تو باید با برنامه درس بخونی، تو مهارت نیاز داری، به تسلط نیاز داری، به جمع پیام کلی این تغییرات اینه. میگن امتحان نهایی 12 و برای دروس عمومی فقط از 12 هستش یا از عمومی های 10 و 11 هم میاد؟ امتحان نهایی از 12 خب، ولی مثلا تو زبان خب من لغت هایی که خوندم به دردم میخوره، اتفاقا میخوام پیشنهاد کنم بچه هایی که الان مثلا زبانشون خیلی خوبه اینو کلن کنار نذارید، شبی 10 دقیقه یه رو دو بار تو هفته سه یه دوره بکنید، یا مثلا بچه‌ای که الان توی فارسی خوبن تست قرائت خوب میزنن اینها رو رها نکنید، به شکل حالا مرورها شبی 10 دقیقه شبی 15 دقیقه این مهارت هاتون رو حفظ کنید. و بچه‌ها وقتی که ببین وقتی نهایی میشه تحصیل قطعی من باید تلاش کنم وقت تو اون نهایی نمره کامل بگیرم. ببینید الان تو کنکور چون زمان محدوده خب یه درصد بالا کار سختیه، اما وقتی نهایی شد و وقتش بازتر و وقت گرفتن 20 کاره سختی نیست دیگه. پس اگر کسی توقع داره که تو کنکور رتبه خوبی بگیره حتما باید تو رسته نهایی به فکر نمره 19 و 20 باشه دیگه. به همین خاطر میگم که ما مجبوریم در طی سال برای 12 وقت بذاریم و به همین دلیل باید تابستونمون رو دریابیم. مبینا خانم میگن که برای سابقه تحصیلی فقط امتحان عمومی ملاک هست. سوابق من سوابق چیه؟ اگر من تو کنکور اومده نه توی اون 40% که 402 داریم همه دروسی که به شکل نهایی برگزار می شود همه دروس اینجا فرقی نمی کنه دیگه. بله.
بله. آقای خانم پور رستمی میگن که درس عمومی که توی امتحان نهایی میاد تستی یا تشریحی خوندنشون چه تغییری میکنه؟ ببینید سوال عمومی همین الانش هم مثلا توی امتحان نهایی شما توی زبان همش تشریحی نیست دیگه. توی امتحان نهایی شما تست هم داری. سوال کوتاه پاسخ هم داری. لغت در جاهای خالی در اینا رو دارید شما. پس اینا هم در واقع فقط تشریحی نیست اینا دیگه. اینها سوالهای ترکیبی هستن که توی امتحان شما دارید میبینید دیگه الان. بله. آقا محمد علی میگن که توی تابستون لازم عمومی‌ها رو به خاطر امتحان نهایی بخونیم. به خاطر امتحان نهایی عمومی بخونیم شاید نه، اما اون چیزایی که من بلدم گفتم مثل لغت‌های زبان که به هم ارتباط داره، مثل اینکه مثلا توی عربی یه خود ارتباط داره قواعد، مثل لغت فارسی و تست قرائت و اینها، در حدی که من دهم و یازدهم رو حفظ کنم این خوبه. و این کار با یه مرور مثلا هر کدومش شبیه مثلا 10 دقیقه یه ربع انجام میشه. اما تو کنکور عمومی نداریم طبق آخرین حرفایی که گفتن. عارف خانم میگن حالا که اینقدر سابقه تحصیلی مهم شده بهتر که دوباره آزمون بدم و ترمیم معدل کنم. خب آزمون چی بید دارم یه 11 چند دوم ندارم؟ 12 باشم. خب اگر 12 هستید الان کنکور امسال 401 که سوابق تاثیرش مثبته، برای سالهای بعد حالا صبر کنید جواب کنکورتون بیاد، اگر دیدیم که اشکالی داشتی اون باید بری صحبت کنیم راجع بهش. بهار خانم میگه خب میخوای که دو نفرم وصل کنید که صحبت بکنن اگه امکانش هست، برای اینکه یه خود فضامون هم تلخیص بشه از این بچه‌هایی که دست گرفتن که آنلاین صحبت کنن، یکی دو نفر رو بهشون دسترسی بدن اگر بتونن صحبت کنن که یه خود جوابونم متلمبه بشن. خب بچه‌هایی که دست گرفتن دقت کنن. بله خانم طالبی، خانم طالب داره شما رو وصل کردن، میتونی صحبت کنی؟ نفر بعدی بریم. بچه ها وقتی اینجا بهتون دست بگیم شما رو قبول کنید بعد صحبت کنید. نفر بعدی رو بگین. آقای کامیاب فرد. آقای کامیاب فرد باید قبول کنی و صحبت کنی. سلام. سلام. خسته نباشید. فقط بلندتر صحبت کن. آقای کامیاب فرد. چشم. خسته نباشید. خوب هستید شما؟ مرسی. خیلی ممنون. استاد من سوالی که داشتم این بود که الان اگر من پایه 11 هم هستم و تو سال 1402 قرار کنکور بدم، اگر من پشت کنکور بمونم این نهایی ها رو من متأسفانه مشکلی که دارم دقیقا همینه، درسای عمومیم ضعیفه، این که برای آزمون نهایی چه کاری میشه کرد که این از پوان مثبت این تغییرات استفاده کنم؟ بله ببینید متشکرم. اگر شما بخواین بمونین برای کنکور سال بعد در 403 هم تأثیر همون 40% خب و قطعی. دو تا راه داری، یک ترمیم معدل که دوباره امتحان نهایی بدی، دو اینکه از همین حالا شروع کنید به خوندن. چرا گفتم که این تابستون رو خوب استفاده کنید؟ برای همین دیگه که سال نهایی بدی مشکل نداشته باشی. وقتی من مفاهیم و امسال تابستون تو پای یاد بگیرم تو 12 تا اندازه زیادی راحتم. اتفاقا گفتم مهمترین پیام تغییرات همینه که من این تابستونم رو جدی بگیرم، حتما با برنامه درس بخونم، حتما آزمون بدم ببینم چی اشکالاتم برطرف کنم. خب گفتم توی آزمون کلی امکانات داریم، رفع اشکال هوشمند یه امکان فوق‌العاده برای شما هستش که ضعفات رو معلوم میکنه برطرف میکنی. از الان به این فکر نکن که من 402 رتبه خوبی نمیارم و میخوام برم سال بعد.
میگو الان زمان بسیار مناسبیه، یک سال وقت دارم، میخوام درس بخونم، خیلی خوب میتونم بخونم. ما هم کمک شما میکنیم با حالا برنامه های گزینه دو، با کارگاه های مشاوره و غیره. خب نفر بعدی رو خانم؟ فائزه خانم. خانم یوسفی. خانم یوسفی. خانم بفرمایید. اگر برای انسانی ریاضی هم از کنکور حذف میشه؟ ریاضی؟ بله. اون که اختصاصیه. ریاضی درس اختصاصیه. عمومی ها حذف میشه. پس یعنی باید ریاضی رو برای کنکور بخونیم، درسته؟ بله، حتماً. حتماً درس اختصاصیه و درس بسیار مهمیه و توی انسانی اتفاقاً ریاضی خیلی تأثیرگذاره، چون که بچه‌ها نمیخونن یه عدهشون، اونایی که میخونن بهتون خیلی کمک میکنه. خیلی ممنون. زنده باشین. نفر بعدی میخواید دو نفر آماده باشن که سریع بس بشین. خانم زینب خانم. خانم نظری هم آماده باشه. خب خانم زینب خانم صحبت نکرد؟ چرا؟ بله صدا من داری؟ بفرمایید. سلام. سلام. شبتون بخیر. فقط بلند صحبت کنید. یه سوال داشتم، اینکه الان این تغییرات، بله، الان این تغییرات به نفع ما شده، و سوال دوم این که مثلا من دهم و یازدهم عمومیام ضعیف بوده، برای این پیش نیازی که میفرمایین باید چیکار کنم تو تابستون؟ یعنی وقت بذارم برای مثلا عربی، زبان، دینی و ادبیات یا نه دیگه لازم نیست، تو همون دوازدهم بهشون برسم؟ بله بله. ببینید ایشون میگه من عمومی هام تو یازدهم ضعیف بوده، الان بشینم بخونم یا همون دوازدهم بخونم؟ میگیم همون دوازدهم بخون. اما اگر دانش آموزی الان عمومی هاش خوبه، اون رو سعی کنه با مرور حفظ کنه. اما اگه مثل ایشون عمومی ضعیف بوده، اینو بذار برای همون دوازدهم، ولی مثلا مثل لغت زبان رو الان شروع کنه کار کردن. این کمکش میکنه. دو، اینکه این تغییرات به نفع یا به ضرره، ببینید کنکور یه آزمون رقابتیه. خب در برابر این همه مثل همن، اما در کل میشه بگیم بهتره. چرا؟ چون فشار روانی رو کم میکنه. اینکه شما همه درس ها رو میخواستی یه روز امتحان بدی و اون یه روز تعیین سرنوشت میکرد، خب این استرس بعدی داشت، اون الان حذف شده یا کم شده. خب این تا اندازه زیادی به نفع بچه هاست. اونایی که میخواستن درس بخونن، فکر میکنم که فضای خود براشون بهتره و مهیاتره و دیگه اونقدر رقابت ارزی و اینکه بچه هایی به هم دیگه کار داشتن و نمیدونم جامعه آماری آزمون چقدره و اینا دیگه یه خود کمرنگتره دیگه. حالا هر کی هست و سواد خودش و تلاش خودش، در کل فکر کنم بهتر باشه. نفر بعدی آقای منوچهری هم آماده باشه. عارف خانم بفرمایید. صدامو دارین؟ فقط بلندتر صحبت میکنیم. صدامو دارین؟ بله بله. من رشتم انسانی بود در نظام قدیم، اما حالا میخوام تجربی امتحان بدم، اما نمرات سال سوم دبیرستان و پیش دانشگاهیم خوب نیست. حالا باید برای انسانی سال سوم امتحان بدم نمراتمو ترمیم کنم یا اینکه پیش دانشگاهی؟ خب پیش دانشگاهی که امتحانش دیگه برگزار نمیشه، شما باید مراجعه کنید. امتحانات آموزش پرورش به شما که در واقع شما رو تطبیق بدن با این نظام فعلی. نفر بعدی بفرمایید. آقای منوچهری. آقای منوچهری نفر بعدی هم بگید. سلام، وقت بخیر. بفرمایید بلندتر. صدام میاد؟ بله بفرمایید. بخش یکی از دوستان یه سوالی پرسید، شما یه پاسخی دارید، من درست متوجه نشدم. بگو دوباره. دروس اختصاصی الان مثلا ما فیزیک هم امتحان نهایی میدیم هم توی کنکور داریم،
الان امتحان نهایی فیزیک هم تأثیر 40% داره یا نه، یا اون 40% فقط برای همه درسایی که نهایی برگزار می شود 40% کنکور اون نمره های کتبی نهایی است، بقیهش با آزمون کنکوره. یعنی فیزیک شما تو نهایی که هست سر جای خودش، تو کنکور هم هست، 40 نهاییه 60 اون طرف. خیلی ممنونم، دست نه نفر بعد. آقای مقدسی هم آماده باشم. خانم واحدی زاده، خانم واحدی بفرمید. خب آقای مقدسی شما بفرمید. بلندتر آقای مقدسی. سلام پسنم. صدات خیلی ضعیفه. الان بهتر شد، بگو. ببخشید، این الان توی پذیرش دانشگاه ها تغییر ایجاد نمیکنه؟ یعنی تعداد پذیرش کم و زیاد نمیشه؟ الان اینکه مثلا کنکور دو بار، حالا 436 بار اینا برگزار میشه، اینا توی پذیرش ها تغییر ایجاد نمیکنه؟ ببینید، تعداد پذیرش دانشگاه ربطی به این قصه ها نداره، مدل پذیرش ها تغییر کنه. خب اینکه مثلا فرض کن دانشگاه تهران اعلام کنه برای اینکه اینجا بیاید شما باید تو کنکور حداقل فلان ترازو کسب کنی و شما میتونی چند بار کنکور رو کسب کنی، این ممکنه بشه، اما تعداد پذیرش رفتی به اینجا نداره. بله خیلی ممنون. خانم سحر صادقی. خانم صادقی بفرمایید. خانم صادقی. سلام. سلام، بلند صحبت کن. ببخشید، من این سوالی که داشتم اینه، من امسال 11 هم و تجربه هم و امسال میخوام هم 12. میخواستم مدرسه شبانه روزی ثبت نام کنم، میخوام تابستون واحدهای 12 هم و بعدی درساشو پاس کنم، امکان داره؟ آها، میگه من از تابستون 12 هم بخونم. بچه ها تابستون باید 10 و 11 هم رو بخونیم به چند تا دلیل. یک، در گفتم در طی سال 12 من برای نهایی باید بیشتر وقت بذارم، بنابراین وقتی که اونجا برای 10 و 11 دارم کمتره و این باید تابستون جبران بشه. دو، تا 10 و 11 تو خیلی از درس ها پیش نیازه و اگه من اینجا رو خوب بلد باشم اونجا راحت ترم، پس من حتما باید تابستون این دو پایه رو مسلط بشم و برنامه‌ای که ما آماده کردیم برای همینه. ما تابستون به شما گفتم برنامه ریزی مطالعاتی میدیم، تو بدونی هر روزی باید چی بخونی. تو این برنامه ها تکرار وجود داره، مرور وجود داره. دهم یاد تابستون میخونیم در طی سال چند بار مرور میشه و توی کارگاه های مشاوره هم به شما یاد میدیم که مرور درست چجوری، به شما یاد میدیم که روش مطالعه درست چطوری باید باشه که اطلاعات بره به حافظه بلند مدت و من فراموش نکنم. همه اینها یعنی این که تابستون روی این دو پایه من تمرکز کنم. نفر بعدی. خانم سیفی. خانم سیفی. خانم سیفی. نفر بعدی رو بگید. بسه خانم سیفی بگید. حالا وقتتون بخیر. مرسی، ممنون. من دو تا سوال داشتم. میشونی که الان دو بار کنکور میدیم مثل سال 1402، یعنی که دو بار مثلا جدا از هم میشونی کنکور بدیم، یعنی که مثلا درست هم تقسیم بیشی سوالات شدیم یه چیز کنیم و این که درست انسانی این عمومیت این دقیقه مثلا این چیزیه. تا اونجا که من شنیدم راجع به دوبار کنکور صحبت میکردی، این هنوز جزئیات اعلام نشده، اما چیزی که اعلام کرد رئیس سازمان سنجش این که این دوبار احتمالاً یه بار قبل از عیده یه بار بعد از عیده و نتایجش تا 2 سال معتبره. برای 403 هم
ایشون گفت که ممکنه که ما کنکور رو 6 بار برگزار کنیم اما 2 بارش کنکور اصلی انتخاب میکنه داوطلب، مثلا داوطلب میگه این 2 بارم اصلی هم باشه خب و اون تو سوابق هم بمونه. چیزی که الان اعلام کردن اینه، جزئیات بیشتر و ضرایب درس ها بعدن اعلام میشه. گفتم بچه ها هر موقع هر تغییری اعلام بشه ما برای شما مثل همینجا کارگاه میذاریم، جلسه میذاریم، براتون کامل توضیح میدیم. الان دیگه خیلی وقت نذارین به این جزئیات، وقت نذارین به این که هی تو این کانال تو اون پیج دنبال پیشبینی ها بگردین. اون چه الان قطعیه اینه که عمومی نداریم، که تأثیر امتحان نهایی قطعیه و اون چه الان مهمه اینه من بشینم مطابق این تغییرات بشینم درس بخونم، الان به فکر یاد گرفتن باشم، به فکر حل تست باشم، به فکر این که آقا تو بانک سوال چه امکاناتی اضافه شده، الان دنبال اینا باشید. این که حالا این مثلا 6 باره کی آخر انجام بشه، هر موقع هر اتفاقی بیفته که لازم شما بدونی ما قطعا براتون مثل الان کارگاه میذاریم و با جزئیات با هم دیگه صحبت میکنیم. بله آقای خانم قاسمی، آقای خانم قاسمی نفر بعدی رو آماده باشه. خانم ساجده محمد. بله سلام، روزتون بخیر. ممنون. شما خانم قاسمی هستی؟ بله. مخاطر میدونم عربی رو از کجا بفهمیه، کدوم قسمتش تخصصیه و کدوم قسمتش عمومیه، چون ما که انسانی هستیم یه دونه عربی داریم و اینکه آزمونای گزینه 2 دیگه دروس عمومیش هست میشه توی آزمونا. یه سوال دیگه که داشتم اینکه معدل کل دیپلم هیچ تأثیری روی کنکور ما نداره، فقط معدل نهایی 12 تأثیر داره؟ بله. از آخر شروع کنم من؟ بله، اون نمره هایی که دخالت داره نمره هایی هستن که دروسشون کتبی برگزار میشن و نهایی برگزار میشن. این یک. تو آزمون های گزینه 2 بله عمیا هست میشه و هر تغییری هم که بعد اعلام کنن تو آزمون های ما بلافاصله اعمال میشه، مثل همون که اعلام کردن چند ماه پیش برای کنکور امسال که شد 3 دفتر شهی، گزینه 2 اولین مؤسسه‌ای بود که این تغییر رو اعمال کرد. بنابراین هر تغییری که اعلام بکنن توی آزمون‌های ما بلافاصله انجام میشه. اینکه دقیقاً عرض کردم ضریب هر درسی چی هست و این تفاوت‌ها مثلا توی انسانی، اینها قرار همش با جزئیات اعلام بشه. خانم فاطمه، خانمی که گفتم رفتن، خانم فاطمه یعقوبی. خانم یعقوبی سلام. سلام. ببخشید تاثیر معدل چطوری هست؟ یعنی حتی 1/100 معدل نهایی هم تاثیر داره؟ ببینید ما یه معدل نهایی داریم، یه معدل کل داریم. عرضم به حضورتون راجع به مکانیسمش که این نمره های نهایی چطوری تراز قراره بشه، مثلا نمره زیست حتما با اون زیست مقایسه بشه یا اینکه نه کل این معدلش محاسبه بشه، اینها رو قراره که اعلام بکنن. اما چیزی که الان مشخصه اینه که فقط دروسی که کتبی نهایی برگزار میشوند تو این سوابق حساب میشه. بله. آقای عامدرضا نوشین روان. آقای نوشین روان میشن. آقای خانم عباس‌آبادی. خب یه نفر دیگه هم بگین چون داره وقتمونم تمام میشه. بله. سلام. من یه سوالی داشتم بابت درس دین و زندگی تو رشته ادبیات علوم انسانی، چون که روی خود جلد کتاب نوشته بله. علوم و ادبیات انسانی و الان ما دقیقا نمیدونیم این درس تخصصیه یا عمومیه.
عرض کردم که این لیستش و حالا این چیزایی که تو انسانی وجود داره اینا رو باید منتظر باشیم که اعلام رسمی بشه. اما الان تو رشته انسانی درس دینی تو دفترچه عمومی هستش. خب اگر بنا باشه تغییری بکنه اعلام میشه. اما در حال حاضر در دفترچه عمومی اونجا نوشته که خاص انسانیه، نگفته این درس تخصصیه، و در حال حاضرم عرض میکنم تو دفترچه عمومی هست. این که حالا اگه این تغییر دیگه بکنه حتما بهتون بعدا خبر بدم. یه سوال دیگه هم داشتم، این بود که همطور که گفتین توی تابستون آزمون ها تخصصی میشه توی گزینه دو، این تخصصی بودن توی بانک سوال هم هست یا نه؟ یعنی دروس عمومی از بانک سوال هست میشه یا نمیشه؟ اونو هنوز اعلام نکرده مؤسسه، ولی احتمالاً هست نکنن که اگه کسی میخواد کاربرد کار انجام بده فعلا کنم که هست بشه، ولی برای منتقل اعلام باشه. این هم اصلا حالا گفتم باید دارم بگم بانک سوال اون توی تابستون هم تعداد سوالش بیشتر شده و این برای شما ها خبر خیلی خوبیه، و یه امکانات تازه هم اضافه شده توی آزمون‌های بانک سوال و حالا کلاً تو آزمون آنلاین. یکی تکنیک ضرب در منها هست که الان براتون من توضیح میدم، تکنیک رد گزینه هست، اینها اضافه شده، و توی گزارش های بانک سوال و آزمون آنلاینمون این که شما میفهمی که برای هر درس چقدر زمان گذاشتی یا برای هر سوال چقدر زمان گذاشتی. این گزارش ها که خیلی هم جدیده به شما کمک میکنه که هنر تقسیم وقت رو یاد بگیری، یاد بگیری که زمانت رو مدیریت کنی و توی کنکور وقت هم نیاری. اینا امکانات خیلی جذابی هست که به آزمون آنلاین و بانک سوال اضافه شد. بعد نفر بعدی آقای محمد غلامی. آقای غلامی بفرمایید. آقای غلامی خسته نباشید. متشکرم، بلند صحبت کن. خسته نباشید استاد. استاد می‌خواستم یه جنبندی کوتاه از تغییرات کنکور خواستم بهتون بگم، خواستم بنویسم بدونم. دیر رسیدم دیگه الان. دیر رسیدم آخرش. یه جنبندی که ایشون میگه بنویسم و حالا از طریق کانال تلگراممون و صفحه پیج براتون به اشتراک بذارم. خوب آقای غلامی دست شما نکنه. استاد الان زمان فقط یه سوال. زمان رو کانال تلگراممون که هست گزینه آندرلاین درست و روی پیجمون که چی پیجمون چی هنو؟ www.goyandro.com اونجا براتون میزن. دست شما نگوید. فقط یه سوال دیگه، این که زمان کنکور چی جوری میشه؟ زمان بندی برای آزمون زمان کنکور چیزی که اعلام کرد گفت که 402 احتمالاً یک کنکور قبل از عید و یکی هم بعد عید داریم. هنوز ریزتر نگفتن، انشالله میگن و تو کارگاه های بعدی براتون توضیح میدم. خیلی ممنون. ما کارگاه از اول تابستون انشالله داریم تا کنکور، یعنی با شما ارتباط داریم، هم کارگاه های اینطوری، هم ویس هایی که من ویس های کوتاه میگیرم براتون از طریق واتساپ میفرستیم، و حالا مطالبی که هم رو کانال تلگرام میذارم براتون هم روی پیج اینستا اونا هستش. وایس هایی که توی واتساپ میفرستم به تناسب این که مثلا چه ماهی هستیم و چه چیزی شما نیاز داری، و از همه مهمتر کارگاه هایی که داریم که مثلا ما اولین کارگاه تابستونمون روش مطالعه است. اینکه اصلا من چجوری باید درس بخونم کنکوری باشه، چجوری باید درس بخونم که اطلاعات تا کنکور فراموش نشه، اینها تو کارگاه ها حتما با هم دیگه صحبت خواهیم. استاد خسته نباشید. من قطع کردم صداشون رو، معذرت میخوام، ببخشید. فکر کنم خواستم بگم خسته نباشید. خانم مریم حجتی. خانم حجتی هستی؟
خانم نفر بعدی رو میخواییم بگیم؟ خانم طاهره دانشور. خانم دانشور. ماشاءالله تعداد خیلیه. حالا وقتمون هم تموم شده. آقای صحرانورد. آقای صحرانورد. آقای خانم پوررستمی. آقای پوررستمی نفر آقای سنار بس شدن. بس شدن. دادم نه. آقای سنار قد شدن دوباره. قد شد. آقای خانم پوررستمی الان هستن. سلام. سلام. ببخشید می‌خواستم بدارم الان بانک سوال گزینه دو سوالای تشریحی هم داره یا نه؟ یا مثلا اگه نداره اضافه میشه بهش؟ سوال خوبی پرسیدن. توی بانک سوال تشریح اضافه خواهد شد و انشالله از سال تحصیلی بهتون یه خبر فوق‌العاده بدم که ما آزمون تشریحی هم انشالله خواهیم داشت. خیلی ممنون، لطف کردید. بچه ما هر آنچه که برای شما لازم باشه فراهم خواهیم کرد. خب چون دیگه وقت گذشته از این آنلاین ها کافیه، اگه سوال مکتوب دوم جواب بدم. بچه ها دو سوال من جواب بدم وقتمون گذشته. اگر باز هم بچه ها سوالی داشتن برای واتساپ بفرستن، اینها رو باز دستبندی میکنیم، سعی میکنم در قالب وایس توی واتساپ بهش جواب بدم. حتما کارگاه های تابستون رو انشالله حضور داشته باشید که بتونیم به شما مهارت لازم رو یاد بدیم. هم دو سوال بخواهم. بهار خانم پرسیدن که اگه با برنامه گزینه دو پیش بریم میتونیم مطمئن باشیم که رتبه خوبی خواهیم آورد؟ قطعا اینجوریه بهار خانم. ما تو برنامه گزینه دو درسامون 6 بار دوره میشه. توی یه بانک سوال چند ده هزار سوال داریم. سوالای گزینه دو سال گذشته 80% به کنکور شبیه بوده. الان شما تو سایت مراجعه کنید، تو بخش درباره ما سوالای گزینه دو هست، سوالای کنکور هم هست. طبق این گزارش مستند 80% شباهت بوده. بعد برای شما کلی کارگاه مشاوره ای میذاریم که اون چه مهارت لازمه یاد بگیرید، برای هر درسی که لازم باشه براتون کلاس داریم، هم کلاس حضوری هم کلاس آنلاین. اون چه که لازم براتون فراهم کردیم میمونه تو که استفاده کنی و شروع کنی به خوندن و مطمئن باشی که جواب میگیری. ما توی کارگاه ها و بچه ها حتما یه بخشی هم کارگاه های انگیزشی خواهیم داشت. این کارگاه فقط میخواستیم راجع به این در واقع تغییرات صحبت کنیم. تو کارگاه های بعدی حتما یه بخشی از تایم کارگاه های انگیزشیه که شما بتونید در واقع با انرژی خوب ادامه بدید. یه سوال دیگه هم بگیم. آقا محمد صادق میگن که الان تو صحبتاتون که گفتید شهریور خبر قطعی هست که عمومی میاد، ما برای تابستون ریسک کنیم و فقط اختصاصی بخونیم؟ بله، برای تابستون اختصاصی بخونید. عرض کردم فقط اگر دانش آموزی توی دوستی مثل زبان مثل فارسی در واقع تبهار خاصی داره، اون رو با مرور کردن حفظ کنه. خب بچه ها وقتمون گذشته، من حالا سوالایی که باقی مونده اینجا و سوالایی که شما بعداً میفرستید، حالا یا واتساپ یا پیج اینستاگرام، اینا رو ما جمع می‌کنیم، دسته‌بندی می‌کنیم و من در قالب وایس توی واتساپ جواب میدم. بچه‌های 402 دقت کنن، از الان تا کنکور یک سال حداقل وقت داره. اگر همت کنید و درست درس بخونید و از برنامه هایی که داریم خوب استفاده بکنید، مطمئنا رتبه خوبی کسب خواهید کرد. بچه ها بعد از کنکور بچه ها دو گروه هم، یه عده حسشون رضایت، یه عده حسشون حسرت، یه عده راضی هن از کارهایی که انجام دادن و یه عده حسرت میخورن، میگن که خیلی کارها میشد کرد که ما نکردیم. بچه ها از امروز با خودتون قرار بذارید
طوری درس بخونین و طوری کار انجام بدین که فردای کنکور حس شما رضایت باشه. یه طوری کار انجام بدید که فردای کنکور وقتی پیشم را انتخاب باشید بیا پیش من بگی آقا، آقای قرایی، من هر آنچه می شده انجام دادم. یعنی به خودم بده کار نیستم. خوب درس بخونید و ما هم تا کنکور کنار شما هستیم، هم تو کارگاه‌های مشاوره، هم توی هر آنچه که لازم باشه دیگه، تو مشاوره، تو کلاس، توی آزمون کنار شما هستیم تا بتونی به اون چه که لایق اون هستی دست پیدا بکنی. بچه ها، اگر برای خودتون هدف دارید، اگر برای خودتون رؤیاهای بلندی دارید، باید براش بجنگی. باید به اندازه اون چیزی که دوست داری تلاش کنی. زندگی جای تنبلی نیست. باید مبارزه کنی. باید بجنگی. کنکور یه آزمون رقابتیه. تو رقابت کسی برنده است که از بقیه زودتر شروع میکنه. کسی که بهتر کار انجام میده. کسی که بیشتر درس میکنه. بنابراین باید آستین همت رو بالا بزنی، کمر اراده رو محکم ببندی و از الان تا رسیدن به هدفات لحظه توقف نکنی. خدا نگهدار شما تا کارگاه بعدی. زنده باشید.